به رغم تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های تحلیلگران درباره فعالیت مجدد در سایت موشک دوربرد کره شمالی، پرزیدنت ترامپ می‌گوید معتقد است که هنوز رابطه مستحکمی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دارد و متعجب خواهد شد اگر پیونگ یانگ به آزمایش‌های هسته‌ای ادامه دهد. قانونگذاران در آمریکا می‌گویند پرزیدنت ترامپ کار درستی کرد که جلسه با کیم جونگ اون در ویتنام را ترک کرد و هر دو طرف باید فرصت دهند قبل از ملاقات دیگری بین سران، مذاکره کنندگان در سطوح پایین‌تر جزئیات پیچیده را حل و فصل کنند. برگردان فارسی گزارش سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا. وقتی از پرزیدنت ترامپ درباره تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌ها از آغاز فعالیت مجدد در سایت پرتاب موشک سوهه سوال شد، نگرانی‌ها را کم اهمیت دانست و گفت که زمان این موضوع را روشن خواهد کرد، اما هنوز رابطه مستحکمی با کیم جونگ دارد. اگر کاری برخلاف درک مشترکمان بکند، مرا مایوس خواهد کرد، اما خواهیم دید چه رخ می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره تماس‌ها با کره شمالی از زمان ملاقات سران در هانوی پایتخت ویتنام خودداری کرد، اما درباره گفتگوها در آینده اظهار خوشبینی کرد. پیام خصوصی و علنی ما این است که ما آماده هستیم. ما برای تعامل با کره شمالی در مذاکرات سازنده آمادگی داریم. قانونگذارانی که گزارش استیون بیگن فرستاده ویژه آمریکا را شنیدند، در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی در ملاقات سران در هانوی رخ داد، به صدای آمریکا گفتند هیچ یک از رهبران نتوانست به خواست دیگری جامعه عمل بپوشاند. پرزیدنت ترامپ خواستار غیر هسته‌ای شدن کامل کره شمالی در ازای رفع تحریم‌ها بود. چنین چیزی در یک ملاقات دو روزه عملی نمی‌شود. حالا که امکان حصول چنین توافق جامعی وجود نداشت، برای پرزیدنت ترامپ مهم بود که مذاکرات را ترک کند. موضوع کنگره روشن است. عادی‌سازی روابط بدون غیر اتمی ساختن صورت نمی‌گیرد. پرزیدنت ترامپ درست عمل کرد که توافقی را نپذیرد که در آن آمریکا احرام‌هایی را که برای فشار حداکثری دارد از بدهد. رسانه دولتی کره شمالی روز جمعه برای اولین بار گفت ملاقات سران هیچ دستاوردی نداشت و مردم کره شمالی آمریکا را برای عدم توافق مقصر می‌دانند.